چقدر این ام... خب این باز یه ذره بالاتر اونه سی, سی تا ساله چند درصد الان سه بعد میگن اگه یه فامیلات داشته باشن یه درصد کمش میکنن سه خیلی فراد بزن امروز ایمان داره دیگه آره, آره دیگه میخوایم بگیم که من نگو لو میریم نه میشه میشه ایمان برادر ایم؟ آره برادر خانده این he's برادر خانده این بعد با اونم برای اون تو این ساختمون خریده که همه آره پیش هم باشه حادثه اونم یه جاست حادثه اونم یه ولی آره, 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 آره ریتش زیاده مثلا اون وکس وگن بود یک یک, یک من چی؟ سه اونیم خیلی زیاده ریت ببین ماشین هایی که تو بورس اینا بالاست مثلا کمری فکر میکنه حالا چیز ولی چیزش ریتش بالا آره یا رفور تویتا ماشین لاکچری هم همینطوریه لاکچری هم که حالا یه داستانی زدیم همه رو من فکر کنم آره داره سختتر و سختتر میشه دقت کردی آره چه داره کاش برگامو بیارم ولی این الان دفعه <تص> چنده داری <تص> اینو میبینی؟ رو ماشین رو دفعه سوم دیگه پس خرید امروز این ماشینو رو نه میخوام برم ببینم این طرفی که میخواد به ما این دیلو بده واقعا راست میگن یا میخواد تجاوز کنه به فرزاد یا میخواد من... دیلو بهش بده من به میگر. همه دیلرای مزدا گفتم که یه همچین عدد و رقمی اینا گفت همشون گفتن اگه میده برو بگی همه امروز بگی برو بگی دیگه حالا بریم ببینیم مثلا ماشینه زیرش و وله <تصوی> جونم براتون بگی که 248 آره <تصوی> و... نه فهم میخوام که حرفی داشتیم بزنیم حرفی نداشتیم بزنیم فرزاد میخواد بره ماشین بخره آره اون اون رو دیده بودین چند روز پیش توی اینستاگرام میچرخید که مثلا هزینه با هزینه ماشینا که تو ایرانن کجاها میشه آره. چه ماشین خریدی آره خود فرزاد فکر فرزا. آره من فرستادی خیلی. خیلی ببین دلار 29 تومن تو امروز گفتی اصلا خیلی <applause> وزن بیلیت هواپیما چه عجیب بود بلایی اومده پایین 24 پای میلیون بود و 30 میلیون من شنیدم بود چی؟ بیلیت هواپیمای داخلی؟ بیای نه بیای تا, بیا تا کانادا اه؟ 30 میلیون بشه هزار دلار نه بابا اشتباه دارم میگم او نه اونی که من میگم استانبول بود از تهران بری تا استانبول از تهران تا کمتر از 30 میلیون تهران تا نه با اون پرواز 100 میلیون هم رفت شنیدیم ما حالا احتمالا به خاطر اینکه الان هیچ ایرلاین دیگه هم نمیدونم چه ایرلاین توی تو ایران تردد میکنن به خاطر وضعیت کرونا و اینا ولی این کم که, که شده تعدادشون. 100 کمتر شده تعدادشون من تا ده هزار هم شنیدم تازه ده هزار دلار آره کانادایی نه بابا اکونومی دیگه از... برای از چی حالا اینو بهت بگم برای از چین بخوان بیان بیرون مثل اینکه تا 25 هزار دلار هم رفته بود تیکت ها چون یکی از های ما چین کار میکنه بعد میخواستن بیان تا انقدر هزینه ها رفته بود بالا و میگفت مثلا کسایی که خارجی توی چین نمیتونن بیان به خاطر اینکه هاپ ما تازه خالی هم هستا ولی به خاطر اینکه هزینه شون در بیارن انقدر گذاشتن نمیخوایم بمونید لا کرونا بعد ایمان چینی بلدن فاملتون بعد دیگه چهار پنگ سال اونجا بله. جالب میشه یه ایران چینی حرف زنه یعنی ما چهار پنگ سال اینجا می میگریسی بلد آره دیگه چهار پنگ سال یه جا باشی چینی ها چینی, سخت چینی سخته نه اونجا خود توی شرکت هم کار میکنن یعنی نیاز دارن داره. که بلد باشن تو بعد جونم براتون بگی که بریم اپیزود اصلا ایفه همه موتور سواری ای... چقدر کردین تابستون خیلی این کم چون نه... میرم پایین موتور نگاه میکنم نه از دست نمیذارم دست نمیذارم روی... نگاهش میکنم دلم نه رو دلم دست نذا <تصفح> به موتور میتی دست بزنی <تصفح> ولی واقعا تمام کارهایی که برای خودم برنامه ریخت تا تابستون انجام بدم فقط یک ماه اول انجام دادم چیا میخواستی انجام بدی مخواست... من گفتم دیگه اول تابستون یاد نیست خیلی محکم گفتم هفته یه بار براتون برنامه میذارم بریم فرانجا بریم این بر اون بر. اونی که 3 چهار ساله داری میگی همون نه ولی این دفعه هفته اولش و دو سه هفته اول خوب شروع کردیم دو سه هفته دو بار فکر کنم نه رفتیم بیرون دو بار اونی که رفتیم لبه ساحل یکیش بود اونم اون نزاش من گذاشم آره. نه, نه یه, کایک رفتیم, و... رفتیم یه کایاک رفتیم یه لیک رفتیم سفر سفرم رفتیم اونم هم که من دوباره اینیشیت کرده لیک و خیلی و... چرا درست نیست نه. دو بار <applause> ولی خیلی دوست داشتم ولی دیگه واقعا اصلا نشد یعنی هم آدم هم... نه اصلا آدم میترسه حالا چند روز پیش هم داشتم بهت میگفتم خیلی دوست داشتم یه بچه دور دور هم جمع شیم مثلا همه نمیشه. واقعا هم نمیدونم میشه یا نمیشه اینو نمیدونم یعنی الان دولت اجازه میده چرا ده, زیر 10 تا من پنج خودمون خود ده... همون ولی میدونی خیلی غیر تو کمرته اصلا کجا بریزم نه تشنه مهمونی الان مثلا چون بعضی ها با بین جدید با خانواده زندگی میکنن بعد اگه مثلا یه لحظه یه اتفاقی بیفته خب بخ... بله. بچه ها... خیلی با خانواده مثلا بچه ها اینجا هستن سر, سر میزنن یعنی یه درصد یه بیفته میتونه ده مشکل ده وجود بیاد ولی اکسانه ده... خونه ای ماشین تو همش فقط میرم هم سر کار میام یعنی هیچ جای دیگه نمیرم الان واقعا شاید یه ماه من هیچ جا نرفتم یه هفته پیش هم رفتیم کوه نایمدی نه نه نایم چون واقعا حسین خیلی آه... هم خیلی خوشحال شدم که اصرار نکردی واقعا اینطور بودم که دمش اصرار نکرد مثلا من آن کامفتبل نکرد <applause> نه بعضی موقع مثلا بعضی ها میکنن این کارا رو برای همین آقا اصرار حتما در حرف زدی نه فکر اصرار نه, نه باید. باید اصرار, اصرار میکنی به من آه آهنگ آه. آه. آه ولی هفته دیگه هوا خوب میشه شب بتونی یه تو طول هفته من آره دوست دارم بریم من خواستم این هفته بریم که بارون شد که باید چیز پارو بزنیم خیلی منم خیلی دوست دارم بریم اگه... آبشار بود دیگه درست آره تش... اگه بارون نبود بریم ماشینمون هم چیزی من پایم بریم از یه جا دیگه رند کنیم اون آیقو آه. ببریم اونجا آره ببریم چطور؟ آه چون میترسی سقف ماشین و اینا نه نه مزو... مزل... میترسی, میترسی اونجا تمام شده باشه, باشه. آره, آره. نباشه بعید نیست بعید نیست واقعا بسته باشه خیلی خب بریم آره فقط میزنی بعد برو اونم یه سلام اینجا خودکسته پادکست خیلی خودمونی من ایمان هستم یکی از میزبان های برنامه در کنار من کارون جریان داره سلام فرزاد هم سلام تو گیر کردی بین چیزا <تصفح> <تصفح> فرزاد این دوربین رو درست بکنه و گیر کرده بین سیما الان این تنگل شده به قول معروف <تصفح> چه خبر چطورید؟ سلامتی بین دو تا اپیزود که اتفاق نیفتاد همیشه من پرسم چه خبر چه کارو هیچی از یه اپیزود آره ولی من معمولا این سیزو نمیگم مثلا میذارم برای دو تاش حرف داشته باشه خیلی برنامه سازی کنی؟ آره برنامه سازی دو تا توضیح بدم اول یه توضیح بدم که ما چرا معمولا وقتی میخوایم اپیزود بریم یه سوال از دوستان میپرسیم و اونو من به صورت استوری میرفتم روژین هفته پیش این پیشنهاد داد که به صورت پست بریم <تصف> گوکون <تصفح> و اینکه من به صورت پست رفتم <تصفح> به خاطر <تصفح> <تصفح> حالا میدم چرا به خاطر اینکه صحبت سر این بود که شاید مثلا بقیه دوست داشته باشن از حرف های همدیگه لذت ببرن چون ما اون جوابایی که می اومد و استوری نمی من کلا به استوری زیاد اعتقاد ندارم یعنی مثلا پیجایی که دیگه اون استوریشون دیدی مثلا دوتا استوری باشه دو تا خط بزرگ اونو پر میکنه که مثلا دیگه خط نقطه میشه اعتقاد ندارم به همچین چیزی شاید هم اشتباه من آه ولی خب حالا اینطوری بوده عقیدته آره دوست نداشتم اینا رو استوری بکنم تا جایی که میشده جواب میدادیم و اینا ولی خب بچه ها همچین پیشنهایی دادن و ما این کار انجام دادیم تقریبا 100 تا کامنت اومد روی اون چیز قبل از اینکه فرزاد جان استوری برن تصمیم گرفت سال گذاشتی بود آره تصمیم گرفت سوالی که سوال آره ایمان تو پست این بود که تو فضا تو چه اپلیکیشن های پاک می‌کنی اینا من اون اسکرین تایم رو پرسیدم ما اه... اونم پرسیده بود آره من برای خودم و استوری اول یه وقتی خودمون کپشن پست خودمون رو نخوندیم خونده بودم خونده بود من دیگه صحبتی ندارم دیگه خلاصه ولی نه به هر حال حالا خوب شد بهمون بگید اگر که اینطوری دوست دارید این اتفاق بیفته چون حالا بحث مخالفش اینه که بعضی موقع یه سری افراد یه سری چیزا رو با ما به اشتراک میذاشن که شاید خیلی خصوصی بود نمیخوایم اونا رو از دست بدیم واقعا اونا هم یه نکته خیلی حالا خوبی بود یه خیلی مناسب بود و اینکه حالا به اون بگید که با کدوم راحت ترید کدوم بیشتر دوست دارید دوست دارید که به صورت مخفیانه حالا به صورت شخصی اینا رو با ما در میون بذارین یا اینکه دوست دارید که مال بقیه رو بخونید پستا رو بخونید و ببینید که چه جوریه این یه موضوع اعدادم رو دوباره دارم نگاه میکنم که یهو اشتباه نکنم موضوع دوم من خواستم یه تشکر رو کنم برای حمایتی که روی یوتیوب دارن انجام میدن دوستان خیلی سویش کردن از روی به صورت حالا صوتی روی یوتیوب و ما رو به صورت تصویر در نگاه میکنن به مرات بهترین ماه یوتیوبمون بوده تقریبا 42 هزار ساعت تماشا شده بیشتر نیست عدده؟ 42 هزار ساعت توی ماه گذشته فقط توی 28 روز گذشته که خب یکی از بهترین ها بوده ولی خب حالا حضور کوروش یه خیلی مهم بود به خاطر یکی از به قول معروف یکی از بهترین اپیزودهای ما بود ولی به غیر از اونم اگه اونها فاکتور بگیریم بازم تعداد حالا شنونده ها و مقداری که حالا دارن گوش میدن به مراتب رفته بالاتر که ما خیلی ممنونیم میدونیم که چقدر سخت از توی ایران گوش کردن فیلتر شکن نیاز داره هزینه اینترنت هست دمتون گرم خیلی هم ممنون بریم سر چیزی نبود چون اضافه بکنید صحبته که من کردم اضافه نه اوکه. خیلی, خیلی کامل بریم سر اصل مطلب که میشه چی فضای خانه سوز مجازی <applause> آقا از کجا میاد یه چند هفته ای که داریم کما بیش در مورد مستند سوشال دل ما صحبت میکنیم نمیدونم کسی دید شما دیدید یا نه هنوز ندیدی تو هم ندیدی نه. خیلی جالب شد چون من داشتم می نوشتم میتونید خب فرهاد دیده میتونم باش صحبت بکنم و اینا بعد تو ذهنم اینطوری بود که فرهاد که گفت نمیاد گفتم خب نه فر نه کارون دیده نه فرزاد دیده مجبشنم. یه سری رو کامل عوض با. بعد ام... که خب حالا ذهن من رو درگیر کرده بود و یه یه چند وقتی از دارم بهش فکر میکنم اول میخواستم یه خلاصه از مستنده برم بگم که چه اتفاقی افتاده حالا داره در مورد چی صحبت میکنه بعدش تبدیل شد به اینکه ما چقدر تحت تاثیر فضای مجازی هستیم که در مورد این زیاد صحبت کردیم ولی حالا من میخوام از یه نگاه دیگه بهش بپردازم و این حالا این تحت تاثیر بودنه چقدر میتونه مشکل ساز باشه چه از لحاظ حالا روحی از لحاظ روانی برای ماهایی که داریم ازش استفاده میکنیم برای همین زیاد در مورد صحبت نمیکنم دوست دارم شما برید ببینید در مورد شالا برای ما نظرتون رو برای ما بگید ما زیاد در مورد این مستند رو صحبت کردیم که چقدر میتونه جهتدار باشه شاید خیلی چیزایی که حالا توش گفته میشه درست نیست خیلی مستند در مورد اینکه آدم چقدر خوبه که ویگن باشه صحبت شد ولی بعدش میاد دیبانک میشه یه زری وقتی یه مستند میاد بعد یه مثلا یه زمان دو سه ماهه بهش بدی که منتقدا بتونن در موردش صحبت بکنن نقاط ضعف و قوتش رو بگن که آدم بتونه درست در موردش به قول معروف ازش نتیجه گیری بکنه ولی اگر که شما دیدید لطفا به ما بگید روی نتفلیکس راحت میتونید اگر که نتفلیکس دارید میتونید تماشا بکنید مطمئنم تو ایران هم میاد دیگه اینجور چیزا آره، یه آه. کامنت اومده از بود هفته پیش روی یوتیوب گفته بودن در مورد این صحبت کنید جالبه که حالا سوشال دلمان ما من کلیت در مورد مستند بگم در مورد این است که این نرم افزارهای فضای مجازی خیلی اعتیاد آورن و طراحی شدن که شما رو به این فضا معتاد کنن تا بتونن رفتار شما رو کنترل کنن و از این رفتار حالا میتونن یه سری چیزا به دست بیارن مثلا, مثلاً میتونن رأی ریاست جمهوری رو تغییر بدن مثلا میتونن غذا خوردن توی رستوران خاص رو میتونن به شما بقبولونن که برین فلان جا غذا بخورید مثلا خرید وسیله و مارکتینگ که سلطانش اینجا نشسته و یا اصلا انتخاب انتخاب زید دور میاد به انتخاب زیدم که این خیلی میتونم به بقبولونن که برو مثلا فلانیو میخوای برو باش دوست جوی اکساشو بهت نشون بدم بعد نشون بدن که فلانی به رفته بیرون کشتو هم بری نه شاید بهت نشون بدن تو اینجوری میخوای آره این رو آدما آدم ها رو هم حالا تی ایچ آی دبل C که یه کافی نیست آره که مثلا حالا تو این مصنده توضیح میده که مثلا تو چند ماه داری اکسای یه نفر رو لایک میکنی بعد یه دختر است جنس مخالفت اون اپلیکیشن هم میدونه تو به جنس مخالف مثلا علاقه داری مثلا به جنس موافق علاقه داری فرق نمیکنه که بعد از چند مدت که مثلا بهش توجه نکنی اول اکسای های اون رو بهت نشون میده و اکسای اون با بقیه که <بقیه> فکر میکنه تو رو پرووک میکنه که فکر میکنه تو رو تحت تاثیر قرار میده اونا رو به تو نشون میده که تو حالا دوباره بری شروع کنی لایک کردن <Francisco> چون که میدونن یه علاقه وجود داره و علاقه نمیمیره اون ببین بم... صحبتی که میکنه میدونی چیه میگه که این اپلیکیشن ها شما رو از خودتون بهتر میشناسن و این یه جنگ نابرابری بین شما و این اپلیکیشن ها چون اونها دقیقا میدونن شما چی میخواین و اونا ولی شما نمیدونین اون اپلیکیشن ها چه جوری دارن کار میکنن اکثرشون میگفت این جنگ نابرابر است که بین داریم در مورد فیسبوک و اینا حرف میزنیم فیسبوک, فیسبوک و اینستاگرام و حالا... همش آره حالا میرسیم به بقیه فکرم یه چیز دیگه یه که مثلا اون چیز دیگه نه یه ذره عجیبه که حالا میترسه چندین تا مقاله داشتم میخوندم که نوشته بود نوجوانا و جوانا زمان زیادی رو توی فضای مجازی به خصوص اینستاگرام و فیسبوک میگذرونن و درصد گزارش شده دپرشن یا افسردگی کسایی که در زمان بیشتری میگذرونن درصد گزارش شده دپرشن خیلی بیشتری دارن افسردگی خیلی بیشتری دارن نسبت به کسایی که کمتر استفاده میکنن بین 13 تا 66 درصد این افسردگیه میتونه جابجا بشه حالا نسبت به جایی که دارن زندگی میکنن اون فرهنگی که وجود داره و این تحقیقا نشون میده که یه کورلیشن یا یه نسبت بین استفاده از فضای مجازی و افسردگی وجود داره ولی هنوز به کازیشن نرسیده یعنی هنوز اون سببش نمیتونم بگن که سبب اصلی حالا افسردگی استفاده از فضای مجازیه ولی یه نسبت مناسبی وجود داره که هرچی بیشتر شما فضای مجازی استفاده میکنیم به مراتب آدم ها افسرده تر میشن آره همین آره ولی هنوز ب... 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 گفته ایمان اثبات نشده که دلیل به وجود اومدن افسردگی فضای مجازی یه به یه دلیل دیگه افسردگی ممکن به وجود بیاد ولی استفاده زیاد افسردگی رو بیشتر حالا بعضی موقع این نسبت یا این کورلیشن میتونه شانسی باشه ولی چیزی که میتونه بهش یه ذره بده که این شانسی نبوده اینه که از این کورلیشن خیلی قویتر شده از موقعی که استفاده از تلفن همراه بیشتر شده یه تحقیق توی سال 2017 انجام شد که بیشتر از 500 هزار نفر رو مورد تحقیق قرار داده بودند بین کلاس هشتم تا دوازدهم حالا نمیدونم تو ایران یه جالبه بگم تو ایران ما موقعی که بچه بودیم من خیلی حساس بودم رو اینکه مثلا میگن کلاس چندومه و مثلا پدر بزرگ من اون موقع که ایشون درس میدادن آره نه مثلا اینطور بود که کلاس مثلا هفتمه من گفتم نه کلاس هفتم وجود نداره من اول دبیرستانم حالا الان هر جوری که هست آره مثلا فکر کن دوم راهنمایی تا مثلا سوم دبیرستان مورد این میشه سوم راهنمایی تا پیش تا پیش دانشگاهی مورد بررسی و تحقیق قرار داده بودن و دیدن که افسردگی حدود 33 درصد بین سالهای 2010 تا 2015 توی اون بازه زمانی در رفته بالاتر من واقعا تبریک میگم و چیزی که خیلی بدتره توی دخترهایی که خانمهایی که توی اون تحقیق بودن درصد خودکشیشون 65 درصد رفته بالاتر کسایی که تو اون بازه سنی توی اون تحقیق بودن درصد خودکشیشون ریت خودکشی 65 درصد افزایش پیدا کرده بین سال 2010 تا 2015 اوه. حالا ببینیم تلفن های همراه چجوری، چه چه نقشه ایفا میکنن اینجا تلفن های هوشمند اسمارت ها از سال 2007 دوره بازار شدن و تا سال 2015 تقریبا 92 درصد جوان های اون گروه تلفن همراه داشتن یعنی فکر کن تا 2015 فکر کنم ما هممون داشتیم دیگه شما داشتی 2015 آره, آره. شما هم داشتین یعنی ما هممون شامل خودمون هم میشه که تلفن همراه و موقع داشتیم و این تلفن همراه هوشمند بوده که میگن یکی از دلایل های اصلی دقیقاً سم 2015 من قبلش نوکیا چیزاش ان اسمارت نه اسمارت نبود آره. این اپا روش نمیشد ان این 9 آره N95؟ نه نه این نا N... اون یه نه نوید و پنج بود نه این نا یه چه چیزی بود ولی بعدش همون 2015 گرفتم که گوشی باشه که روش اپلیکیشن هم سوار شد حالا بازم توی همون بازی زمانی بین 2010 تا 2015 درصد دانشجوهایی که به کلینیک های داخل دانشگاه رفتن برای کمک خواستن برای استرس و افسردگی سی درصد افزایش پیدا کرده و این مهمه که اینو در نظر بگیریم که این فقط کسایی هستن که رفتن کمک گرفتن چقدر آدم دیگه وجود داره که نرفته کمک بگیره ام. صد درصد تعداد اونا خیلی بیشتر بوده ام. اونایی که رفتن و کمک گرفتن و اونقدر عاقل بودن که این کار انجام بدن تقریبا سی درصد افزایش پیدا کرده میگن امروزه یکی از مشکلاتی که حالا ما انسان که با اومدن کرونا هم صد درصد بیشتر شده اینی که کمتر به صورت حضوری و فیزیکی با هم دیگر تا برقرار میکنیم اکثر صحبت هامون به صورت الکترونیکی و غیر حضوریه و هرچی این رابطه فیکتر و دورتر باشه یعنی به صورت فیزیکی نباشه اون نیازی که از حالا از رابطه انسانی داری رو تو نمیگیری فکر میکنی که داری به از اگه میپرسم میگی نه و خیلی آدم سوشالی هم در روز با مثلا 50 نفر صحبت میکنم ولی اینا اصلا اون نیازی که انسان داره برای اینکه بتونه یه رابطه معنادار داشته باشه رو برآورده نمیکنه و این میتونه خیلی باعث افسردگی بشه توی آدما یه پس ما رو که برآورده میکنه فقط به خاطر که داریم زمان میگذرونیم یعنی معنای درست در واقع سوشال اینتراکشن رو نمیدونی تو فکر میکنی که فقط با اینکه داری مثلا 50 نفر در روز با چند نفر داری صحبت میکنی تلفنی یا بهشون تکس میدی فکر می‌کنی این نیاز تو رو برآورده میکنه تو آدم سوشالی هستی دور مثلا کلی آدم هستن ولی موقعی که اون رابطه واقعی انسانی همون رابطه که عمیقی که تو داشتی میگفتی با سری آدم‌ها داری که میخواستم حالا موقعش اشاره بکنم دقیقا همونه اپیزود قبلی که تو صحبت کردی تو اون رابطه ای که میشینی با یه نفر توی صورتش نگاه میکنی اون اکسپرشن هایی که داره اون حالت صورتش که عوض میشه اون بادی لنگویجی که داره همه اینا خیلی روی آدم تاثیر میذاره و اینکه در حضور یک نفر بودن یه آرامشی به آدم میده دیگه بعضی موقع که موقعی که آدم پشت تکسه چقدر دعواها شروع شده به خاطر که آدم نمیتونه اون اون ایموشنی که داره اون احساساتی که داره رو توی چیز بذاره توی اون تکسی که داره میده توی اون پیام، پیامکی که داره میده بذاره یه چیز باحالی هم که وجود داره توی این تحقیقی که جلوتر گفته بودم دیدن که دخترهایی که در سر زیادی از وقت خودشون رو توی فضای مجازی میگذرونن و زمان خوبی رو هم به صورت فیزیکی خارج از فضای مجازی میگذرونن اصلا درصد دپرشنشون و افسردگیشون بالا نرفته یعنی تو اگر که یه زمان حالا نیاز هر چقدر که داری وقت میذاری روی فضای مجازی اگر که بتونی نیازهای فیزیکی حالا خودتو که در کنار آدما باشی با آدما رابطه حالا فیس تو فیس داشته باشی و بتونی برآورده بکنی شاید دوچار اون افسردگی نشی این لامصب واقعا مشکلی که ایجاد می‌کنه انقدر راحته تو در هر لحظه اینو از گوشی از جیب در میاری شروع می‌کنی حالا با چهار نفر صحبت کردن واقعا همین که میگه احتمالاً یه سری دیگه اون نیاز تعامل رو در رو رو حس نمیکنن یا اصلا حالشون ندارن به که که بره دوستشو توی کافی شاپ ببینه دیگه گوشی مثلا ده. اصلا تو برگرد به چه میدونم مثلا برگرد به دوران راهنمایی دبیرستانی دو که ما بودیم اون موقع ما اگه میخواستیم یه بابای رو ببینیم حتما می رفتیم و می اصلاً تاکسی می بعد میرفتیم سوار اتوبوس میشدیم یا مثلا تاکسی میگرفتیم بعد از خونه میومدی بیرون خیلی سخت بود خود ماشین نداشتی هزینه داشت هزار تا چیز دیگه و اینا برای همونه حالا من با خودم مقایسه میکنم میگم خب ماشین که پایین افتاده من هر کی بخوام برم ببینم تنبلی خودمه که نمیرم ببینم ولی کسایی که توی اون بازی حالا سنی هستن که شاید هفته پیش فکر فکر تو دمای صحبت کردی همه چیز در دسترسشون نیست حالا اون حقوقو نمیگیرن یا مثلا گفتی که مثلا من بخوام میتونم شب برم مثلا یه شهر دیگه شاید یه همچی حواسی بکنم وقتی این اینا رو توی دست در دسترسشون نیست یه فشار مضاعفی روشونه دیگه ولی خب بیایم اون ورش هم نگاه بکنیم دیگه بعضی هستن که به دلیل شرایط جغرافیایی یا حالا هر شرایط و مشکل دیگه نمیتونن با آدم ها مثلا رابطه فیس تو فیس داشته باشن نمیتونن با آدم ها رابطه مستقیم داشته باشن و چقدر این روابط اینترنتی شاید جونشون نجات داده که حداقل تا یه حدی از حالا مشکلی که دارن به قول معروف برطرف شده شاید تا یه حدی تونستن با یه سری آدم ها صحبت بکنن ماها دیگه. آره همون دقیقا حالا من میخوام یه مثال شخصی بزنم شاید قبلا هم در مورد صحبت کرده باشم و موقعی که رفتم استرالیا من خب توی ونکوور من به صورت فیزیکی دورم خیلی شروع بود موقعی که تو ونکوور بودم شاید تعداد دوستای زیاد هر روز مثلا بیرون اینور بر اونور بر شبها مثلا پلیسیشن صبحا تابستون بود دیگه صبح مثلا علافی و بیکاری و فلان و اینا موقعی که من رفتم استرالیا تابستون بود اوایل تابستون بود یعنی من موقعی که رفتم مثلا سه ماه بعدش دانشگاه شروع می شد هیچ کس رو نداشتم و این خیلی به من ضربه روحی عجیبی زد فکر از اینکه تو باید انتخاب بکنی با این گروه برم بیرون یا با اون گروه برم مشکل هم مثلاً اصلی این بود بری به جایی که اصلا هیچ کس نمیشناسی فرهنگ متفاوت شهر نمیشناسی و فلان و اینا و این ضربه خیلی عجیبه به من زد و فکر میکنم تا الان حالا تنها چیزی که اون موقع ها منو نجات داد که واقعا بلایی سر خودم نیارم مثلا واقعا هم فضای مجازی بود هم مثلا پلی بود که با بچه‌هایی که توی کانادا بودم بازی میکردم یه رابطه ای رو تونستم نگه دارم چقدر مثلا کسایی که مهاجرت کردن شاید این رو بهتر بتونن که چقدر حالا اسکایپ و اینجور چیزا بعضی موقع کمک میکنه که آدم و از اون شرایط حالا خیلی حساس زندگی که داره بتونه بیاد بیرون و بتونه با سری آدم ها صحبت بکنه شما نمیدونم اصلا همچین تجربه هایی داشتید آره زیاد که بخوایم در مورد صحبت بکنید به خصوص اوایل مهاجرت که حالا گوشی های و اینا نبود یادم موقع اسکایپ داشتیم لپتاپمون هم دوربین نداشت <تصفح> کامرا نداشت یه دوربین اضافه می و میکروفون آره. بهش وصل میکردیم و اینا خیلی حال میداد مثلا بیبکم. آره وب کم ایران ایرانو میدیدی مثلا بعد چند وقت بار میدیدی بعد آره اون خیلی باحال بود شما شما تو تنهایی اومدم بعد با پدر مادر از طریق اسکایپ پایین اینا صحبت می‌کنیم خیلی, دی. خیلی <تصفح> ای مفیده دیگه نباشه خیلی سخته. ایناش واقعا مفیده همون یعنی بعضی موقع برای بعضیا که حالا توی شرایط خاصی وجود دارند که مهاجرت یه نمونه خیلی بارز و خیلی خوبشه همین وجود این شبکه های مجازی بعضی موقع میتونه واقعا یه سری بارا رو از روی دوش آدم برداره من سوال پرسیدم تو اینستاگرام که خودتونم یه جورایی بهش جواب دادین توی استوریایی که گذاشتیم و هفته گذشته یه ذره صحبت کردیم پرسیدم که توی هفته گذشته چقدر وقت زمان صرف کردید روی موبایل و فضای مجازی میتونیم مال خودمون رو بخونی هر کدوممون رو حالا طبق آمارهایی که دوستان فرستاده بودن های ما حدود چهار ساعت در روز با کمترین 38 دقیقه و بیشترین 14 ساعت 14 ساعت آره بکن 14 ماشه خیلیه ها بیشتر از نصف روز تو ولی بعضی کارشونه دیگه یه سری کارهایی دارن آره آره یعنی خب حالا اینم هم در مورش صحبتی میکنیم یه ذره 16 ساعت بیداریم ایشون یعنی فقط 4 ساعت از اون 16 ساعت رو نه دو ساعت از اون 16 ساعت رو گوشی بگو ببینه <applause> ایمان 4 ساعت و 11 دقیقه بوده در صورت میانگین آره. فرها 4 ساعت و 49 دقیقه کاروش 3 ساعت و 19 دقیقه من هم 3 ساعت من خیلی خوشحال شدم که آخر نشدم آره فرادی که فرستاد یه نفس عمیق کشید خدا رو شکر یکی از آن بدتر بود البته من و فرزاد یه کلکی زدیم هیچکی نمیدونه خود فرزادم نمیدونه شما آه، شما هفته بعد شما نه نه شما شمبرو یک شنبه رو چیز کردید ما شما بعد دوازده عکس گرفتیم عدد کمتر اون عدد باید زب در هفت شیشون بکنی تا درست سر بیاد آره. ولی بازم به آره. بازم بازم من بازم کم شاد شاد آره از شما یه اسکینشات قبل دوازده همی دارم همونه نه نه نمیشه حالا بد نه نمیشه نه نمیشه چون یه روز با صفر داری بهش اضافه میکنی یا که شاید واقعا میاد زمان حساب میکنه ساعت حساب میکنه نه فکر نکنم نه درست میگی اولین اسکریشن هم دوازه بوده فکر کردم پنج آره چقدر بوده حالا دوازه رو میگی نه همونه دیگه سه ساعت ها دوازه بوده ها قبلش نبوده این که با عداد میشه بازی کرد ببینید بزرگان چی کار میکنن که یه چیز ساده بود حالا چیزی که هست درسته ما بعضی موقع از گوشیمون داریم استفاده میکنیم برای کارمون بعضی این انتقاد به ما کرده بودن که آقا یعنی چی من مثلا حذف میکنم یه دونه اپلیکیشن رو من مثلا از تو اینستاگرام به عنوان مارکتینگ استفاده میکنم مثلا کالاهایی که داریم رو میفروشیم و اینا من اینو قبول دارم میفهمم مثلا من خودم اگر که فکر کنم ایمیل رو و سافاری و اینا رو از توش میآوردم بیرون فکر کنم 15 درصد میواد پایین زیاد چیز خاصی نبود برام مثلا 15 درصد میشد ولی خب این هم هستی که بعضی موقع ما داریم واقعا کارهای مفید با گوشیمون انجام میدیم مثلا همینو الان داره میگیره میشه که می گوشی من داره, داره ویدیو مثلا چیز میگیره احساس میکنه که من باش کار میکنم ولی خب شاید اینطوری نباشه و این درسته اتفاق میفته و اپایی هم که میخواستم پاک بکنن واتساپ و اینستاگرام بوده شما خودتون چی بود اگر که میخواستین اپ رو؟ یه اپی رو شاید حالا درست منظورم رو نرسوندم و توی اون سوالی که میخواستم پرسم میخواستم میخواستم بپرسم که چه اپی رو پاک میکنید که به کیفیت زندگیتون بیشتر بشه وقتی اون پاک میشه حالا کارون جواب خوبی بهت میده. بگو ببینم تو چی داری نه برای من این عدد سوشال مدیام خیلی کم بود من میانگینه روزانه اینستاگرامم زیر چیز بود 25 دقیقه این تو اینا رو هم حساب کن بگم آها آها میدونی باقی. اون زیر 25 دقیقه تلگرام هم همین اینا همشون زیر 20 25 دقیقه چیزه ولی اون روز به بچه داشتم میگفتم من از یه جایی تصمیم گرفتم که وقتی که شروع میکنم کار کردن تا شب تلگرام نرم خب ولی تو اون خیلی هم زننده است و اعصاب آدم خرد میکنه خب بعد تو اون باز ولی اینستاگرام میرفتم قدیم بعد از یه جایی بعد تصمیم گرفتم که دیگه اینستاگرام هم نرم خب <applause> خیلی خوب شد بعد یه مدت من رو آوردم که اپلیکیشن آها قدیم مثلا یه زمانی کورا میخوندم بعد از یه چیزی بعد کورا شروع شد یه جوری شدن بعد سوالایی که میاد دیگه جذاب نیست جواب جذاب نیست مارکتینگ دارن روش میکنن اونجا وقتی داره. تبلیغی تبلیغ اینا اومد کیفیت افت کرد من ردیتو اپلیکیشن رو ریختم <تص> دیگه وسط الان من میرم میم میخونم این چیزای خنده داری که میاد داشتم بچه ها میگفتم که زمان مصرف سوشال مدیا مثل انرژیه این از بین نمیره از یه حالت به یه حالت دیگه آه. شما مثلا اون اپ اینستاگرام تو هست کنی میره یه چیز دیگه پیدا ولی آره تو ها... نه خب کدوم هست میکردی؟ من هیچ کدوم کم عدد داشت روزی ممیم. هیچ کدوم از اپا نظری نیست که اگه پاک بشه از روی بشریت من... آره من برای همه. نه برای همه به نظرت همه اینستاگرام تیک تاک سناپ یکی دیگه سنابشاپ سنابشاپ. کاش کل اپل استور رو نریری یه دونه اینستاگرام فکر کنم به نظر من باید از ریشه قطع کرد فیسبوک رو بزنی چون پشت پرده <خفت> <تصفح> اینات فیسبوک دیگه واتس و فیسبوک و اینستاگرام این تمام انجین تبلیغات و اینا از اونجا میاد فیسبوک تمام اطلاعات من و شما رو داره و میفروشه به جای دیگه اینو بزنید از اونجا قطع کنید لطفا تو چی؟ منم اینستاگرام چون خودم تجربه کردم که مثلا اپ اینستاگرام پاک کنم آره اینو مثلا فکر کنم اون باری که دیلیتش کردم هشت ماه اینستاگرام نداشتم بعد اون با, با دو تا صفحه دیگه می نه نه با, با یه موبایل دیگه فقط خودکست مثلا اگه کاری بود تو خودکست نمیومدم بعد چیزی که حس کرده بودم نبود اینستاگرام رو حس نمی کردم. چرا اوایلش مثلا اینطوری که میری سری گوشیت نیست ولی مثلا بعد چند ماه که اوکی نیست اعتیاد دیگه حالا یه آیرونی وجود داره که من خودم این سوال رو تو اینستاگرام پرسیدم و خودم دوستم که اینستاگرام حذف کنم اگر که به من بود مخصوصا الان که به نظر من دیگه اینستاگرام مخرب ترین شده دیگه الان باید ببینی اکسپلور من رو این اصلا دیگه نمیدونم این عزیزان مدافع حقوق زنان چرا نمیان به اینستاگرام ایراد بگیرن فقط داره از این بانوان به عنوان چیزای مختلف استفاده میشه که ما رو معتاد کنم به اینستاگرام لباس نیست اصلا دیگه تو اینستاگرام کاملا از بین رفته بخمشو ملخ خورد لباس تو اینستاگرام یه دونه بدتر از اونم هست دیگه شما نمیدونی اونلی فنز و اینا جدیدن اومده اونا پولیه بچه آره این من میخوام بزنم میخوام یه اونی فهم عکس اکسای پامو بزنم تو رو هیشکی نگاه نمی کنم ببین یه میارن من بهت قول میدم یه مریضی هست که میخوام منو ببینم من به صد در صد بهت قول میدم که به مثلا پاهای کج علاقه داره آره این قضیه اینه که حالا اصلاح کنید مگه اشتباه میگم بعد شما که میرن عکساشونو میذارن بعد بقیه پول باید بدن حالا عکسا رو بخرن یا یه افتضاحیه بعد چند با یکی نیمه آره کامل لخت. لخت. لخت بعد با یکی از دوستان داشتم صحبت می‌کردم میگفت مثلا یکی از دوستاشون هم ظاهرا این کارو کرده ببین مشکل میگی کجا مشکل از دوستشون رفته گذاشته آره آره یا, یا خریده عکس کسی دیگه رو نه نه گذاشته خودشون آره ببین مشکل خریده. از بیخوبونه ها یعنی یه جوری جامعه به شما میگه که شما باید درآمد داشته باشی و تشویقت میکنه برای اون پوله هر کاری بکنی بعد طرف به خودش میگه خب مثلا چه من یه زیبایی دارم <applause> بعد پول راحت مثلا <applause> به کاری که انجام بدی آره میدونی مشکل چیزه مشکل البت. آموزشی بزن این بگم چند پیشم خبرش اومد یه معلم مدرسه اخراج شد بخاطر اینکه ایشون پیج اونلی فنز داشتن نکس داشت البته که تو وقتی میخوای یه زی تولید بکنی یه محتوایی تولید بکنی من بینه میگم تولید محتوا وقتی محتوایی تولید کنی یکی ببینه یه ذره نگاه هنری باید داشته باشی اکسا باید تو زوایی های مناسب یعنی میگی وقت میذارم صد پول صد آره دیگه به هر طرف هنرشه دیگه دیگه بعضی مغزشون درست کار میکنه بعضی نه اون حالا دیگه زیاد واردش نشیم چون که مادر من سلام <laughs> چرا نگاه میکنن بعدا زنگ میزنن ایراد میگیرن <HAEL> آره. این چیه گفتی شرفت رفت چند تا مثال بزنم از تحقیقایی که شده حالا برای که اثرات فضای مجازی میتونه چی باشه توی زندگی آدم ها اه، یه بیماری هست اه به نام که حالا یه که perceived isolation که تو فکر میکنی که تو isolate شدی ایزوله شدی یا حالا منظوی شدی که یه تحقیق کردن ام... کمی سال پیش که یه نسبتی رو نشون میده بین انزوا و استفاده از فضای مجازی خب ولی نمیدونن که سمتش کدوم بریه یعنی نمیدونن که تو موقعی که منظوی میشی میری سمت فضای مجازی و زیاد مصرف میکنی فضای مجازی رو یا اینکه موقعی که فضای مجازی رو زیاد مصرف میکنی منظوی میشی این رو نمیدونن و حالا دارن روش تحقیق میکنن ولی خب این یه چیز واقعیه که تو فکر میکنی که آدم منظوی شدی مثلا عکس میبینی از فلان پارتی نگاه میکنی که خب چرا من دعوت نشدم ای مثلا عکس نگاه میکنی فلان دوستا رفتن بیرون اونطوری بهش نگاه میکنی خب چرا منو دعوت نمیکنه آره. چیه میگم طرفی از آره آره و این ای میتونه خیلی حالا آدما رو منزوی بکنه فکر بکنه که ارزششون کمتره و اینکه به خاطر همین دعوت نشدن به اون شرایط نگو میگم میرسن چی داشتم میگم خاصی بگی دومیه میگم الان بگی شک کن اعتماد به نفس دومیش اعتماد به نفسه که رفته داریم مثال میزنیم که کارون چی میگه زار زندگی آره بگو زار زندگی بقیه رو با باطن زندگی خودت مقایسه نکن مقایسه نکن ولی من اینو نمیخواستم بگم بگو نه با چیز دیگه میخوای بگی به. من میخواستم بگم مثلا میبینی یکی برای همسرش مثلا یه مراسم تولد سالگرد اینا که ناراحت میشی که چرا برای تو این کارو نمیکنه آره آره تازه برای یز همسرشون که سره برای برادر همسرشون هم می <applause> خدا, <خدا> جونم براتون میگه که کههر هفته داریم مثال میزنیم از اعتماد به نفس که بقیه میان باطن زندگی خودشون رو با ظاهر زندگی بقیه مقایسه میکنن همه به مسافرت و مهمونی و عرق و ماسموسیر و مثلا ما تو سر خودمون میزنیم فردا مثلا پروژه دارم و تحویل بدم فردا مثلا برم سر کار چون پولم تمام شده اجاره مثلا خونه مثلا زیاد و فلان و اینا فکر میکنیم که اونا دارن یک کاری درست انجام میدن و من عقب افتادم دارم یک کاری اشتباه انجام میدم و این همیشه اشتباه همه تو زندگی خودشون یه سری مشکلات دارن که شاید واقعا رو نمیکنن بعد سومیش اینه که فعالیت های نشاط آور یه جورایی یکی از دلایل افسردگی میتونه اون زمانی باشه که ما عمدن یا صحون میذاریم برای گشتن توی فضای مجازی به جایی که بریم یه کاری بکنیم که برای اون مفیده مثلا میریم یه مهارت جدید یاد میگیریم مثلا چرا میریم یه زبان جدید یاد میگیریم میریم, میریم. میریم ورزش دقیقا یه داشت توضیح میداد که تو موقعی که اون نوتیفیکیشن رو میگیری به قول تو یه دوپامین ترشوم میشه برای چند ثانیه ولی خب اصلا پایدار نیست و این نمیتونه به تو ارزش معنوی اضافه بکنه ولی وقتی میری یه ورزشی رو انجام میدی اول حالا شاید با چند نفر باشی شاید خودت باشی اون دوران اون حالا دوپامینی که ترشوم میشه اول بیشتره و اینکه به زندگی تو ایزی اضافه میکنه تو فکر میکنی که داری واقعا یه کار مفید انجام میدی ولی ما چقدر شده که مثلا یه روز تعطیل رو تو خونه بودیم فکر میکنیم قبلش این فکر کنیم کنی که آره من امروز حتما میرم میدوم میرم ورزش رو میرم میزنم این و اینا رو به هیچ کاری نمیکنی فقط همش هم تو فضای مجازی به حال یه کاری انجام شده ولی ارزش این کجا و ارزش اون کجا همیشه پیش خود که امروز هم کلا تلف کردم یه سرمایه گذاری این اپلیکیشن هم دقیقا رو همینه که تا جایی که میتونن وقت تو رو بگیرن که تو بری اونجا کار دیگه تو نکنی و خب پول در ازش دیگه صد در صد میگم دیگه من خودم موش آزمایشگاهی هم دیگه من اینطوری که راحت میدونم به من چی باید بفروشن راحت بلدن الان دیگه میدونن چیکار باید بکنن یه جی پی او میدن و اصلا دیگه جی پی رو نگو هیچ وقت دیگه جی چهارمیش پایین ودن سطح تمرکز آدماست که در مورد اینم ما صحبت کردیم آقا چند تا من مقاله داشتم میخوندم دکترهای مختلف گفتن چیز به نام مولتی تاسکین وجود نداره اتفاقی که میفته ما خوب میشیم از اسبب به اینکه از یه کاری بریم سر یه کار دیگه ولی دوتا کار رو با هم دیگه نمیتونیم انجام بدیم الان چقدر دانش آموزه هست اما خود موقعی که دانشجو بودیم اینطور بود که خب من هم دارم درس میخونم هم گوشیم هم هست مثلا جواب یه بابایی رو هم میدم و من خیلی خوبم که بتونم جفت, جفت رو با هم دیگه انجام بدم میگفتش که نه تو فقط خوب میشی برای اینکه بتونی بین دوتا کار سویچ بکنی ولی سطح یادگیری تو به مراتب میاره پایین تو اون اصلا با اون کیفیتی که باید یه رو یاد بگیری یاد نمیگیری برای همینه که موقعی که میگم مثلا میخواین درس بخونید یا میخواین کاری با تمرکز انجام بدید گوشیتون بذارید کنار مثلا نذارید به قول معروف روز تلگرام تمرکزتون رو بیاره ام. پایین بقیه هم فوش دادن براتون مهم نباش <تصفح> دایورت کنید <تصفح> من حالا همیشه دوست دارم که با یه سری راه حل موضوع ببندم یه سری راه حل ارائه بدم و بگم که چه جوری حالا چی کار بکنیم که حالا با این مشکلی که من الان مطرح کردم بتونیم مقابله بکنیم ولی اگر بلد بودم راه حل برای موضوع اول خودم رو درمان میکردم واقعیتش یعنی تمام این چیزهایی که چه میتونم شما اگه بیلزن زن بودی باخش خودم بیل میزدم آره و خودم واقعا راهکاری براش ندارم و میخوام بدونم حالا میخواستم از شما بپرسم ببینم شما واقعا راهکاری براش دارین حالا من شاید تنجیزی که به ذهنم میاد اینه که واقعا باید توی مدرسه ها به خاطر اینکه الان تکنولوژی شده یه بخش مهمی از زندگی ما یه بخشی که نمیتونیم ازش جدا بشیم داره به قول معروف دیگه توی دستم بود الان دیگه ایلان ماسک میخواد چیپ بذاره تو کلمون یاد مثلا کارهای مختلف دارن میکنن که این تکنولوژی رو با زندگی شما یه جوری ادغام بکنن که دیگه نتونین دست هم دیگه جدا بشین حالا شاید خیلی جهان به کیفیت زندگی ما کمک میکنه ها ولی شاید به نظر من اینطوری که باید توی مدارس بهمون یاد بدن که واقعا با این جور مسائل چه جوری برخورد بکنیم با مثلا این جور تکنولوژی ها چه جوری برخورد بکنیم که اینطور درگیرش نشیم که مثلا 65 درصد ریت خودکشی مثلا دخترها نره بالا سی مثلا 13 تا 66 درصد درس افسردگی آدم های مثلا بین نوجوانان ما مثلا نره بالا میخوام اینم شما خودتون نظرتون چیه یا خب میگه یاد بده که کی یاد بده خود اونی که بخواد یاد بده خودش درگیره تا دسته خود اون معلبه هم داره به این فضای مجازی قدم اول به این چون خیلی پدیده جدیدیه ببین مثلا چون مشکلات روانی این چیزها سالها روش تحقیق انجام شده نتایج تحقیقات مشخصه چون هم میدونی شرایط اجتماعی ژنتیک هر چی که هست این خیلی پدیده جدیدیه خودت گفتی هنوز دارن روش تحقیق میکنن که ببینن حالا رابطه بین افسردگی و مصرف سوشال میدیا فقط کورلیشن یا به کازیشن هم میرسه درست میدونی این اولا باید روش خیلی تحقیق انجام میشه بعد که تحقیق انجام میشه تازه اون تحقیقات آنالیز میشه مطالعه روش انجام میشه یه راهکاری ممکنه بیاد بیرون که خیلی برای عمر ما دیر شده باشه یا <متصف> ببینیم که ما بخش خیلی خوبی از عمرمون و صرف این قضیه کردیم الان مثلا من سه ساعت در روز خب این عدد زیادیه دیگه از اون 16 ساعتی که کار نیمه وقته آره دیگه 25 درصد اون دقیقا دیگه, <تصف> دیگه 25 درصد اون زمانی که <تصف> بیداری و مثلا راحت داری روی اون قضیه میگذرونیم حتی جسارت نشو به دوستی که 14 ساعت سگی <تصف> <تصف> <applause> قبل اینکه حالا نتایج این تحقیقات بیاد بیرون و اینا ها که نمیذارنم درست بیاد بیرون نتایج این تحقیقات چون قولای کامپیوتری دارن از این قضیه پول در میارن اعداد ارقام وحشتناکی جابجا جا میشه و تا وقتی که پول جابجا جا بشه حمایت انجام میشه اصلا بی برو برگرد یه چیز داشتم میخوندم میگفت یه سری از حالا ساینتیست ها اینا انقدر خوشبینم فکر میکنن که به اینا بودجه تحقیقاتی داده میشه به خاطر خود علم به خاطر اینکه علم رو پیشرفت بدن که در در اصل این قضیه غلطه به خاطر مصارف سیاسی و حالا مصارف مالیه که ممکنه برن روی مفهومی تحقیق کنن حالا در اصل تا وقتی که اون روز برسه به نظر ما خودمون باید به داده خودمون برسی من اون هفته پیش راجبش صحبت کردم من خودم دیدم من داشتم کار میکردم هی hey, ذهن من داشت میرفت جاهای دیگه و همش به خاطر همون لامصب گوشی تلفن همراه و بعد یادم اگه دبیرستان میخواستیم این وضعیت داشته باشیم اصلا به در کنکور نمیرسیدیم این خیلی بحشتنده که در درجه اول به نظرم خودمون باید جلوشو بگیریم نه اینکه من انجام داده باشم موفق شده باشم نه ولی مثلا کار اولی که کردم همین تلگرام و اینستاگرام که تو طول روز نمیرم این شاید یه مقدار کمک کرده باشه ولی مثلا از ما ردیت اضافه شده است. چقدر طول کشید تا مثلا بتونی به این عادت بکنی چون اولی سخته دیگه همون فرداش واقعا یعنی من صفر و یک کردم من میگم نمیرم دیگه نمیرم رفتم اون اکسپلور اینستاگرام و من من تا میگم سه میرم, ساله میرم بیشتر میرم <applause> نه من من چون خیلی خودخورم خیلی من بد برخورد میکنم با خودم خب مثلا شما بگم من با شما خود بد برخورد من با خودم خیلی بدتر برخورد میکنم مثلا اگه برم تحقیر میکنم خودم که واسه اسکول کار به این سادگی نمیتونی جلو خودتو بگیری بریم خونش کارون گوشه وایساد خودش تنبیه میکنه مجبور میشم شب وقت کارمند که پشت خودش ترس از خودم این کارو بکنم میگه هنوزم موفق نشدم و نه اتنشن نسبت مثلا بهتر شده نه عدده همچنان سه ساعت به نظر زیاده ولی این بالاخره یه ذره کمک میکنه شما چی؟ اه... والا در مورد پیشنهاد حالا شخصی اینا که همین میگم من خودم امتحان کردم اپلیکیشن پاک کنم یا مثلا در مورد فیسبوک اپش رو پاک کردم ولی توی حالا مثلا توی گوگل, گوگل کروم گوشیم اون لاگینه و مثلا اگه بخوام برم تو مارکت پلیس فیسبوک یه چیزی بخرم بفروشم از اون طریق میرم و فهمیدم که خیلی کمتر اصلا تو فیسبوک میرم آفرین ولی بازم همون دوباره میتونه بره تو اون حرفی که کارو میزنه میتونی دوباره بری توی اون از طریق براوزرت بری اونجا یعنی هیچ فرقی نمیکنه می... ولی حالا... آیداش اینه که ب... یه ذره سخت کنی دیگه چون مثلا بعضی هم که میخوان سیگار رو ترک کنن راه های رسیدن به اون یه... یه پاکت سیگار یه نخ سیگار رو سخت میکنن برای خودشون نمیدونم مثلا یه کار جدی میگم یه سری میره یه خونه دیگه مثلا آره مثلا یه کارای می‌کنه کاش تو صحبت کنی فقط یادم نه روز با یه یه چیزی دیگه داشتم فکر می‌کردم چون آدم خیلی فکوری بله فکار جدی فکور فکور درست چیز کسی یه زیاد فکر می‌کنه این بود که مثلا منی که به عنوان یک اندیوزرم یه کاربرم توی این فضای مجازی و اون, اون طرف مقابل من کسایی که پشت اون اپلیکیشنن مثلا یه قسمت اون اپلیکیشن رو دیزاین کردن آپدیت کردن هر چی یه گروهی از مثلا مهندس های حالا کامپیوتر ها اینا و واقعا هیچ کدوم اون مهندس ها یا اون گروه اون تیم اینطوری نبودن که آقا بیاین یه یه آپدیتی بدیم یه چیزی اضافه کنیم که میدونیم مخرب باشه متاتر بشن و اینا اونا هم آدم های نرمالی بودن رفتن دانشگاه این حرفه رو یاد گرفتن و موفق شدن برن تو این کمپانی ها و این جالبیش اینه که مثلا اون کمپانی چه جوری میاد مثلا این همون بحث چیز دیگه بحث سرمایه داری و اینا که میگه آقا ما نفعمون اینه که این پروگرام اینطوری دیزاین بشه تو, باید اینطوری کار بکنی و این در واقع من اندوزه با اون کسی که اون طرف اونو دیزاین کرده شاید واقعا شبیه هم باشیم و من فکر میکنم یه یه سری کنترل‌هایی هایی باید روی این کمپانی های قول بشه چون اینا توی به یک به یه منابعی دست میزنن مثل, مثل مثلا همین دوپامین مغز آدما که انتها نداره ولی مثلا اگه یه کمپانی بخواد بره یه معدنی رو استخراج کنه براش لیمیت میذارن میگن یعنی آقا در سال میتونی شما انقدر مثلا استخراج کنی ولی به نظر میرسه الان هیچ لیمیتی نیست روی اینکه این, کمپانی ها چقدر دوپامین مغز آدم رو استخراج کنه ولی من قول میدم هیچ وقت هیچ مرزی روی قضیه گذاشته نمیشه چون پول زیادی دارن در مید. آره دیگه وقتی که پول هست قدرت باش میاد و هیچ لابی هیچ در واقع انجیو هیچ سازمان حقوق بشری نمیاد که جلوی قضیه رو بگیره فقط خودمون باید کار بکنم من یه چیز بگم من یه کاری میکنم. می میگم شاید شو. به درد یه نفر بخوره اینه که حالا من خیلی وقت پیش یکی بهم گفتش که بازه زمانی که مغز میتونه درست کار کنه 50 دقیقه است شما 50 دقیقه میتونید متمرکز باشید زمانی که من کنکور درس میخوندم یکی گفت کلاس ایران چیز بود دیگه یک ساعت و نیمه بود آدم کمرش میشکست اصلا اون غیر استاندارده شما بقیهش همش حواستون پرته و سخته که تمرکز کنید من از همون موقع عادت کردم مثلا یه کار فکری که بخوام بکنم میذارم یه بازی 50 دقیقه بعد مثلا یه 10 دقیقه استراحت بعد حالا ادامش یا هر چیزی یه کاری هم که میکنم مثلا موقع کار کردن یا هر چیزی توی اون بازه 50 دقیقه من گوشی رو سایلنت میکنم تا حالت دو که... نوتیفیکیشن رو نبینم یه جور دورم بذارید <تص> که دست بهش نزنید این, این هم میتونه کمک کنه یعنی باز وسط ممکنه همچنان فکرت برا این هم. یه کاری بله. با توجه ما کردن که افتضاحه ولی وقتی که دم دستت نباشه این سری دکمه رو نتونی بزنی نوتیفیکیشن رو ببینی یا چراغش روشن نشه این هم کمک میکنه من گفتم شاید به درد یکی خود من فقط تنیسی که میخواستم بگم تنیسی که به من کمک کرد واقعا ناخداگاه بوده فیسبوک من خیلی فیسبوک استفاده میکردم اومد یو عوض کرد یو اومد این اینترفیسش عوض کرد خیلی سخت شد باش کار کردن منم چون دیگه سنم رفته بود دیگه حوصله نداشتم من یاد بگیرم کلا گوشتمش کنار تنها جایی که میرم مارکت پلیس بعضی این موقع زود پیش فقط شدی. تازه نمیرم از اونجا چیزی نمیخرم و میرم اونجا قیمتا رو مقایسه میکنم که بتونم بزنم سری سری دیگه همینجوری جی پی تو تنسی بخری نخریدم دیگه نخریدم اون نو خریدی رو میگه اونو دیگه اصلا نرفتم نگو دیگه کاش نگی اینا ولی واقعا حالا متاسفانه من خودم برای راه حلی وجود ندارم که بخوام ارائه بدم که اگه داشتم واقعا خودم استفاده میکردم ولی اگر که شما راه حلی دارید واقعا ما بگید من خیلی دوست دارم که بدونم کسایی که دارن مطمئنم خیلی کسایی که دارن گوش میدن با همچین چیزی دارن دقیقه اگه میشه خراب رو خرسه گوشیشون خراب بوده آخر هفته درست شده نمیدونم دیگه من یکی از همکارام هست کمپانی تک دیگه خودش هم کامپیوتری اینا گوشیش از اینا که در داره اون خیلی, خیلی آدم اصیلیه انقدر حال میکنم اصلا نداره گوشی که بتونی اپلیکیشن اسمارت فون میشن. نداره نه اوفه. از ایمیلش هم دیگه جواب میده نه خوب جواب ده. وقتی مم. که باید جواب بده خوب کامپیوتره تو خونه مم. مثلا ایمیل چیز ده. نه وقتی که باید تو بازی که باید جواب بده به ما جواب بده چون داره کار میکنه بگو ببینم چی داری برام عجب حالا بریم از فضای مجازی کامنت بخونی آره میگم یه ای آیرونی خیلی آره خلی... میگیم ولی تو بالا من <تصفح> میگم من... <تصفح> من گفتم یه ای آیرونی وجود داره من اون سوال توی اینستاگرام ازم پرسیدم <تصفح> از اون موقع که گفتی میخوام دنبال فارسی آیرونی بگم خیلی اه... تضاد آیرونی با یه لاسی بزن تو دیکشنری حالا برو من خودم از توییتر بخونم اه... گفتن که توییت دادن که حالا که خودکس اینقدر اینو اونو دیس میکنه کسی نیست بیاد دیس پک بده البته دیس های به موقع میدن خود که هستم ما شخص رو زیاد فکر نکنم شخصی رو میخوام دیس بشم بکشم ندم با گوش کنایه دیگه این کنایه رو من یادم نمیاد. آیرونی میشه گوش کنایه آره کنایه ام... اگه کسی دیس کنه من رو کرشم اصلا ما خودمون دیس بک میدیم دیس بک میدی در حال اون خاطر چی؟ بفهم نه نه بگو بگو <تصفح> در مورد فکر کنم یه هفته پیش بود که در مورد سریال نه حرف زدیم یا هفته قبلش بوده ما هر هفته داری آره. داریم آره. میگیم آره جالبه. <متازم> جالبه گفتن که بچه‌ها خودی از اولین اپیزودی که دارین در مورد سریال صحبت میکنین ده تا سریال برتر از نظر خودتون رو یه لیست بکنید بذارین توی یکی از شبکه های اجتماعیتون واسه مریض میخوان گفتن میتونیم چند تا رو بذاریم من چند تا میگم شما لیست کنید باش میدیم روژین بذاره میذاریم توی وبسایت آره چه جوری توییت کنید این توییت توییت نبود آره توییت این این چیزا فکر کنم جاش توییت باشه میتونیم باش. پینش کن. البته خب بله ما میذاریم بله 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 به روژین بله خب از کست كا... باکس بخونم قسمت قبلی رو که گوش دادم و دیدم واقعا از وقتی آه گوش دادم دیدم واقعا از وقتی درگیر کرونا شدیم خیلی از کاری که قبلا انجام میدادیم پشت گوش انداختم اره. بلا بعد گوش دادن مرزش اون اپیزود او ورزش کردم و حالا بهتر شد ممنون بابت موضوع خوبه تو. خدا روش من خودم ورزش نکردم یه یه سوتی که دادیم بگم ما هفته پیش یه بند خدایی رو اسمش آوردیم اینجا توی توییتر اسمشو رو موجیب می‌نویسن آره اونم من مف... آخه اینجا توی کانادا هر کسی که اسمش مشتواز میذاره موجی و من فکر کردم ایشون هم حالا همچین رویه رو پیش گرفتن برای همین من گفتم اسمشون مشتواز ولی نه مثل اینکه واقعا اسمشون موجیبه و ببخشید دیگه به آقای موجیب به منم مسیج داده بودن چون من یه اپیزودی گفته بودم که یه تجربه بدی داشته بودم تو اداره مهاجرت اینجا آقا <تصفح> بعد خیلی جالب بعد این همه ما به من ایشون مسیج زده رو, رو توییتر که چی شد حالا چی شد نمیدونم نرفتی دنبال پیگیری نکردی یه ایمیل ناشناس فرستاده بود ساخته بودم و باش ایمیل داده بودم که دیگه ایمیل ناشناس هم نمیدونم که چی بوده و رمزش چی بوده و خیلی کار بدی این که پیگیری کردن این که بهتر شد باز میگم کامنت اومده در مورد اینکه قبل اپیزودا تو یوتیوب چند دقیقه حرف میزنیم که تو صوتی نیست خیلی بچه ها دوست داشتن خدا رو یه اپیزود درست کنیم فقط ایمان بخنده یعنی بقا. از اول تا آخر چرا وقت نخندیدم اونطوری یاد میاد یه مدت اینجا قش میکردیم چرا اینطوری چرا دیگه نیست چرا اینطوری شده داری نه واقعا دوست دارم بدم که چرا اینطوری شدیم از ما چرا میپرسی میخوام بدم نظر شما رو بدونم از, از لحاظ کسی که نه بیدن. میگن که تو ایران یک ساعت ساعت رو کشیدیم عقب دیگه نه آره. یه چی شونی آقا من شی... من اتفاقا من اون برای دو هفته پیشه اگر که اینو داری میخونی داری تقلب میکنی برای دو هفته پیشه این هفته رو من به جای ساعت هفته صبح گذاشتم 8 صبح که دمو 6 و نیم بشه من مخ... منو بگم میخواستم برای شما زودتر اپیزود بیاد ولی <تصفح> نه همون 6 و نیم میذاریم دیگه 6 یه ج... اتفاقی جالبی که افتاد بعد مسابقه با کوروش این بود که یه از طرفدارای کوروش اومدن خودکست دارن گوش میدن و خیلی چیز جالبیه و یه کامنت اومده گفته که من بعد از ویدیو کوروش یوتیوب ام, آم بعد از ویدیو کوروش تو یوتیوب با خودکست آشنا شدم واقعا خیلی حال میکنم با توی, توی یوتیوب از اولین ویدیویی که آپلود کردین گوش کردم و کلی حال کردم اوه میخوام همه ویدیو هاتون رو ببینم فرزاد اپیزود هفته پیش ما رو گوش نکرد چون اینا رو گفته بود آره اینا فرهاد یه اینو خونده بود مشابه آقا اسمت کامنتاش <تصفح> رو ساعت نشه آقا ما اینه یعنی ما از خودی میخوریم بابا شنیدم که ایمان زد رو پاش جی پی او کردن تو پادکست و این حرفا خودی ما تازه اینو به بگم بعضیا خیلیا به من مسیج زده بودن که از خودیا این هفته در مورد سوشال دلما صحبت کنید گفتم با اون در صحبت کردیم گفتیم با فرهاد در صحبت کردیم و اینا خیلی قضاوتی شدیم ببندیم مار تو هستی یا داری بازم واقعا. دو تا یه فلوریدا آها. بخون یه آقایی توی فلوریدا به خدا از فلوریدا آقا. بگم به قرآن آقا فلوریدا سناتورش ما جسارت هم به کسی که فلوریدا آشق فلوریدا هم من خودم فلوریدا میخواستم دانشگاه داشتم اونجا ببخشید گاورنر فلوریدا تمام قوانینی که برای کانادا برای کرونا ایجاد کرده بودن ریستریکشن ها و اینا برداشتن همه برن تو بارا فلان و فلوریدا در مورد یالتی هم صحبت میکنم که خیلی پارتی و اینا اصلا معروفه ما یه فامیل داریم اتفاقا که اونجا زندگی میکنه یه استوری کرده بود که مثلا خدا رحم کنه دیگه چی میخواد بشه تو فلوریدا کارون هم که میدونست ما من میخوام از فلوریدا بگم خب دیگه سرت هم تو گل در مورد اخبار اخبار, اخبار, اخبار کوویدی بگم که توی آمازون از... تو سایت آمازون داشتن یه محصولی میفروختن که جوهر نمک بوده بلیچ هم. بوده و مثلا میگفتن بلیچ جوهر نمک است اه... وایتکس وای وایتکس وایتکس بوده باشید فارسی میگم آره گفتن بودن مثلا توی آبی که میخواین بخورین اگه کرونا دارین چند قطعه سفید کننده و... بله ا... بر... که بعد ا... اوایل آمازون اینا رو جمع کرد این محصولات و و حالا این یکی تازگی دوباره اومده بوده و یه سری آن جالبیش این بود که هفته پیش فرهادی رو اشاره کرد که کامنت های فیک میاد زیر پرو... پروداکت ها کامنت های عجیب که آقا من این مادرم این مریضی رو داشته خوب شده آره از راحت مردن خانوادهمون رو سیف کرده تمام هاشون از بین رفت و میگفت این اشاره کرد به اون حرفی که های ترامپ زدن که از این چیزا استفاده کنید دوباره در مورد مجازی یه چلنجی پیش اومده بود توی تیک تاک دو هفته پیش کارون دنبال چلنج بود هفته پیش نه این نیست خیلی عجیبه <applause> میرن داروی که برندش اسمش بندریل هست در واقع داروی آنتی هیستامینه برای آلرژی و ایناست که حالا سر اینا دوز زیادی شد چون اینجا داروخونه بری میتونی بخری نسخه نیاز نداری دوز زیادش رو میخورن بچه های مثلا 16 15 ساله چالنجه میخورن که های بشن یا حالا هلوسینیت کنن بف توهم بزن و فیلم میگیرن و داستان بعد دیگه تیک تاک و اف دی ای و خیلی چیز شده بود که تیک تاک همه ویدیوها رو برداشت و من چالشای عجیبیه از چیز نداری از دزدا و یه یهن خود معرفی کرده بودی <تصفح> چی بود دوزی شعیادی آره شعیادی نداری برامون ندارم تو بفهم مگم. تو, بفهمت. تو بفهمت. <تصفح> 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 <سکت> کی نمیگه تو بفرمایید چش کرده خب اونایی که میدونن برداشته پادکست رو برده به صورت اکسکلوسیو توی اسپافای حالا هنوز از سال 2021 قراره که اکسکلوسیو باشه ولی الان توی اسپافای داره پخش میشه و کارمنده اسپافای اومدن رفتن استرایک که میشه اعتصاب اعتصاب کردن گفتن اگر که نذارید ما های جوروگن و ادیت بکنیم و جایش که مناسب نیست رو برداریم و مصاحبه هایی که کرده که میتونه مخرب باشه رو از روی اسپاتیفای برداریم ما دیگه نمیایم سر کار چرا روی اپیزود خاصی مشکل داره؟ نه روی مثلا یه سری اپیزودا مشکل دارم مثلا اپیزود با چند نفر خوب مصاحبه کرده بود در مورد چم ایلینا و اینا اومده بودن گفته بودن خب خیلی کانتروورشال شده بود خیلی مثلا صحبت کرده با کوین هارت مثلا اون کانتروورشال شده بود با ایلان ماسک مثلا این همینطوری بود نه بعد با... مثلا با یه سری که صحبت کرده الان در اومده که اینا مثلا اتهامات جنسی بهشون خورده اوه. و آره. ولی اپیزوداش هست هنوز آره اپیزودا هست و رفتن اعتصاب و اینا دیده بودم که توی توییتر توی هم ترندینگ شده بود در مورد جورگن توی کانادا 10 میلیون خریدنش 100 میلیون دلار 100 میلیون بعد استاک استاتیفای بعدش با دیدی آره توی تو دو هفته پولا رو آوردن بهترین این زندگی شد. آره تو دو هفته پولا رو آوردن یه روز اینجوری بشه میگم اصلا ما دمش صحبت کردیم خودش هم گوش نمیده تو اپیزود دمش گفتیم گفتیم که این نشون داد که چقدر صنعت میتونه مفید چیز باشه صنعتی باشه که آره الان مشتری داریم ده پاش خابیده بریم خیلی هم عالی ما توی تمام فضای مجازی هستم خودکسته توی تلگرام، تویتر، فیسبوک، اینستاگرام و میتونیم ما رو به صورت تصویری از یوتیوب تماشا بکنید ما یه پروفایلم هم داریم توی تلگرام برای اون که تاکس هم میتونید اونجا برای ما پیام های صوتی تصویری و اشاراتتون رو بفرستید ما میریم و هفته دیگه با دو تا موضوع جدیدی برمیگردیم فعلا خدافظ خدافظ